در دوره چورابینی های نوروزی و استقبال سی سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در جماعت دهات دشت گلان ناحیه به نام میر سید علی حمدانی با اقدام تشکیلات جمعیتی مرکز دستگیری تشبوس ها تحت عنوان فروغ سوپ دانایی کتاب از محفل ادبی شعر سرود دایر گردید. در این نمایش فرهنگی شاعری خلقی تاجیکستان علی محمد مرادی و حوزه ادبی که شاعر رهبری دارند نویسنده برنده جایزه ادبی به نام صدرالدین عینی مجید سلیم شاعران قاسم جان ظریفی و فیض الله سامانی اشتراک داشتند. چورابینی را نخست رئیس جماعت دهات دشت گلوک شده قید نمودند که در تالار اهل نشست دانشجویانی که طبق کوتای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تحصیل دارند و آن داوطلبانی که با آزمون جمهوریوی فروغ سوپ دانایی کتاب است آمادگی دارند، نفرانی که بهر پیشرفت حیات ادبی این گوشه کشور عزیزمان سهم گذاشته ایستادند اشتراک دارند. سپس ادیبان از نویشته هایشان شعرهای تازه ایجاد قرائت نموده کتابهای تازه نشر خود را معرفی کردند. در چنین محیط ادبی ادیب روزنامه‌نگار جمعه‌خان سیدعلی کتاب نوش را تحت عنوان سی ساله ها و داستان مرد ناموس به کتابخانه دهاتی و خوانندگان تقدیم کردند. همایش فرهنگی در این جماعت دهات با برآمدهای شاعران جالب و خاطرمان گذشت. چورابینی که امروز ما گذراندیم در ردیفی همه چورابینی های معرفتی که اساسگذار صلح و وحدت پیشوای ملت محترم امام علی رحمان پرزیدنت کشور اندیشیدند و راه اندازی کردند، این چورابینی ما در همین زمینه گذاشتند. ما افتخار میکنیم که همین مردمی که در قطار آمادگی به کشت و کار بهاری، آمادگی به همه همون چورابینی هایی که اساسگذار صلح و وحدت پیشوای ملت پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان در پیام تبریکیشون به نوروز بین المللی به مردم گفتند، همون چیزا را ما امروز از روی کاغذ در زمین عملی میکنیم. همین رسالت انسانی ما، رسالت آموزگاری ما، رسالت شهروندی ما است که از اوداش باور دارم که به خوبی میبریم. در این چورابینی فرهنگی از اجادیت ادیبان شعر و غزل ها قرائت نموده کارمندان بخش فرهنگی نزد جماعت دهات با نوازش و سرودها وصف کننده حیات آسایشته تاجیکستان صاحب استقلال خاطر اشتراکچیان را بالیده گردانیدند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهروف از ناحیه به نام میرسید علی حمدانی برای برنامه اطلاعاتی نوید.